سلام، دوباره تقدیم میکنیم. چند لحظه پیش هم صحبتهایی داشتم از نیروی توانا، نیروی وعدت بخش در این سرزمین. جوانان ما در هر بخش تلاش میکنند تا بتوانند باعث سربلندی افتخار سرزمین خود شوند، کشور زیبایی که به نام افغانستان است شوند. امروز در بخش پایانی مهمان خیلی عزیز با خود داریم، جناب محمد صابر ناصری، مشاور فرهنگی افغانستان در پارلمان آمریکا و همچنان ستاره هالیوود اینجا با ما هستند. سلام آقای ناصری، صبحتان بخیر، بسیار خوش آمدید. سلام علیکم، سلام، صبح بخیر تقدیم هر مردم افغانستان، تقدیم کسانی که در خط اول می جنگن، کسانی که بندی هستند، کسایی که شهید دادن به اون مادرها، بر تمام هموطنانم صبح بخیر میگم. زنده باشین. من میخواستم که خلاص سوانه تان یک مرور کردم. روز پنجشنبه با سایر همکارایم شیشته بودیم و وقتی که از کارکردهایت، از تقدیری که شده بودی از طرف پارلمان آمریکا، از طرف مردم آمریکا، واقعا افتخار کردیم و گفتیم همچون جوانایی هستن، استعدادایی هستن در این سرزمین که باعث سربلندی نام از افغانستان میشن. بین برگردیم، بریم به سال 2011 و از 2011 چیزای نوشته کرده بودین به دفتر خاطراتتان، به زندگی نامیتان نوشته کرده بودین و خوب از کورا شریک بسازین با هموطنهای ما. تشکر. 2011 من مشاور فرهنگی جنرال جان آلن، قمندان عمومی ناتو در افغانستان بودم و از 2011 من خواستم که چون از هلمند وظایفم ختم شد، آمد به افغانستان، به کابل، چندین مکاتب جور کردیم و باغ زنانه کابل قبلا که کریمه سالک رئیسش بود، رئیسشان جور کردیم و خواستم که برنامه های زیاد داشته باشم بر افغانستان. قبلا در 2008 من توسط طالبان زخمی شدم در جایی که اجمل نقشبندی، دوست نزدیکم، سنفی مکتبم شهید شد و ما به خاطر صلح وطنم قربانی دادم. و برای از قربانی یاد کردین و نگاهی هم به دستایتان کردم و چیزی هست که شما عضو از بدنتان از دست دادین و ای هم در امو حالتی بود که با اجمل نقشبندی، خدا مغفرت بکنه هم مرده های ما و شما را، با در اونجا از دست دادین و بعدا رفتین به طرف آمریکا سفر کردین. بله، به خاطر تداوی من آمریکا رفتم و بعدا از بعد از 9 ماه تداوی، 29 روز کوما، چون گردن ما بریده بودن و کلکایم دستایم زخمی شد و دوباره افغانستان آمدم و سرمشاوریت قوای نظامی آمریکا را گرفتم و POC Point of Contact. بله. در رابطه با این تصویر از همکارم خواهش میکنم که استاد بکنن تصویری که گذشت و دقیقا حرفایتان در اونجا چی بود؟ چی صحبت میکرد؟ من صدای مردم افغانستان در پارلمان امریکا هستم. من صدای مردم افغانستان در کانگرس و در حکومت امریکا هستم. همیشه در مورد افغانستان، اوضاع افغانستان و در مورد مشکلات افغانستان صحبت میکنم. بله، شما همیشه در رابطه با صلح تلاش کردین. بله. بین حرفای رمزی صحبت بکنیم که نقش صلح در زندگی بشریت چقدر ارزشمند است، چقدر اهمیت داره به نظر تو؟ صلح، بعضی ها فکر میکنن که شاید میوه باشه. صلح نه میوه است، نه ترکاری است. صلح آرامش یک انسان است. طرفداری از من میکنه. چرا طرفداری از من میکنه؟ به خاطر که من به کدام حزب یا کدام حکومت کار نمیکنم. من صرف به مردم افغانستان کار میکنم و تلاش میکنم. شاید در این روزها، در این وقتها نتیجه برنامه های مردم افغانستان بیاد. همیشه که ما افغانستان میایم، میخوایم در پلی گدایگرا بشینم. احساس قلب اونا را بگیرم. ببینم که اونا چی احساس میکنن. همیشه پالی مردی کارا، پالی از این اطفال من میشینم، میخوایم احساس بکنم که من چی بودم، چی شدم و اینا چی هستن. نظر من این است که ما بتانیم در جهان
کمک بکنیم اطفال. چندین کمپار ما در اینجا تشکیل دادیم، کراچی ها خریدیم برای مردم غریب افغانستان. آقای ناصری، گاهی وقتا ما برای بعضی رفقای ما میگیم، گپای دل خدا میگیم، حرفای خدا میگیم، ولی بعدا از او تقاضای ما ای است تا بشنویم. امین افرادی که میگین که میرین قصه میکنین همیشه با ایشان، قصه های از او را میشنوین و چی از چی وا روایت میکنن، از چی براتون قصه میکنن اونا؟ یعنی هدفت از هدف از امی اطفالی که در سر سرک هستن، در کنار جاده هستن، دقیقا امی اطفالی که شیشتین و میفهم که با دنیای از محبت کتینا صحبت میکنین شما. یک درد، یعنی یک یادگار بسیار خوب ما گرفتم. چند روز قبل یک قصه بسیار کوتاه کنم، میخواستم از کابل سیرینا برم در یکی از رستوران ها نان بخورم و یک کراچی بولانی را دیدم و مردم را دیدم که آمدن پلاستیک میگیری یا پول خواستن از من. همه از امون کراچی بولانی دادم، خودم هم خوردم. ببین، ما میخوایم که همه مردم افغانستان همین طور باشه، شکم پر میشه با کباب یا قابلی و بیا که دیگران هم پر کنیم. چرا ما کباب بخورم، دیگران بولانی بخورن؟ بله. و بین در رابطه با نقش پارلمان در تحقق دموکراسی صحبت بکنیم که چگونه هست؟ حکومت امریکا قبلا برش دروغ گفته شده، برای افراد که ممبر آف هاوس یا نماینده پارلمان که هستن حقایق کسی بیان نکرده بود. و بعض حقایق ما خواستم اونجا بیان بکنم در مورد افغانستان و فعلا بسیار دلچسپی پیدا کردن درباره افغانستان و یک نگاه ما صرف هالیوود هم بر مردم امریکا بود که 82 میلیون نفوس امریکا فیلم سابر راک دید و داستان افغانستان بود و قبلا نمی فهمید در مورد افغانستان و حالا زیاد دلچسپی پیدا کرده. سنا کانگرس امریکا اینقدر که تشویق میکنه یک افغانه که به خاطر صلح خود جان میده و همیشه میخواد گریه میکنه که من در وطن خود صلح میخوام. امی پروگرام ما پیش بردیم و حمایت بیشتر از سنا و کانگرس گرفتیم و فعلا سربرنامه ها کار میکنه، انشالله نتیجهش براتون میگم. آقای ناصری، شما مشاور فرهنگی افغانستان در پارلمان آمریکا هستین و انتخابات افغانستان و نقش گسترده مردم در پروسه رایدهی را خودتان چگونه دریافت کردین؟ فکر نکنم که همه مردم افغانستان از این پروسه راضی باشن. بله. و در این پروسه من آمدم، دیدم، بازدید کردم. بله. برداشتهایتان چی بود؟ یعنی یک پروسه بسیار ناکام برام بود. یعنی ما دیدم که تقلب هم بود، آمادگی درست نبود. باید در پارلمان افغانستان مانند که در امریکا است، 6 سپتامبر پارلمان انتخاباتی امریکا شروع میشه، اینا یک سال قبل آمادگی گرفتن و همهش کمپیوتری است. من میفهمم اون مواد اینجا نیست، اما باید او اکسپرت نفرا و کسایی که در این برنامه کار میکنن آمادگی خود سه ماه پیش میگرفتن. نه در او برنامه که شروع میشن حتی نمیفهمن که ماشین چه قسم چالان میشه و بایومتریک، من فکر نکنم او بایومتریک باشه، فینگرپرینت. یک بله، یک نیم دقیقه وقت داریم، در یک نیم دقیقه میخوایم که در رابطه با تفاوت ها هم صحبت بکنیم که چه تفاوت های عمده از بود وظیفوی پارلمان افغانستان و آمریکا خودتان دیدید. سیستم امریکا بالا است، یعنی صرف میری نام پیدا میکنی، کلک میکنی و 60 تا میمونی. ما سوشل سیکوریتی میگن یک نمبر در امریکا کورا داریم. ما میخوایم که یک سیستم میخوایم بیاید در افغانستان که همه کس سوشل سیکوریتی یا پلیت نمبر داشته باشه، مانند که موترها پلیت نمبر داره، هر انسان یک سوشل سیکوریتی باید برش جور شوه. از روی سوشل سیکوریتی هر کس میتونه پیدا بکنه. مثلا من یک گناه میکنم، نمره سوشل سیکوریتی همیشه مانند نمره تلفنم واره ثبت است. نمره سوشل سیکوریتی که اگر زده میشه در کامپیوتر، تمام بک‌گراند ما میاد که من چی کردم، چند نفر قتل کردم، در کجا چی کار کردم، خوبی کردم، بدی کردم، همهش هم اونجا ثبت میشه توسط کورت یا محکمه. باید به مردم افغانستان سوشل سیکوریتی جور شوه تا بتونن در پارلمان، در انتخابات سهم بگیرن و او سهمشان فکر میکنم موفق شاد باشه. خیلی هم سپاسگزار هستیم. قربان ناصری، بسیار خوش آمدید. جهان سپاس از مردم افغانستان. ما تا فردا
خداحافظی میکنیم. اما فردا دوباره ساعت 7 مهمان خانه هایتان خواهد بودیم تا ساعت 9. همیتانه بلا یک تاوبی همتا مسپاریم. سبس بمانین، یک دیگرتانه دوست داشته باشین، همدیگر پذیر باشین. خدا نگهدارتان.